سلام مجدد خدمت همه شما بیننده های عزیز برنامه صبح و زندگی. تشکر که تا این لحظه برنامه صبح و زندگی را به خاطر دیدن انتخاب کردین. بازم سال نو شما عزیزان مبارک باشه و ما هم خواستم که با استفاده از فرصت بیایم سر بزنم به برخی از مارکت ها و فروشگاه های لباس، چون یگانه موضوعی که به مردم بیشتر مهم هست، به ویژه به افرادی که بیشتر به مود و فشن و به استایل فکر میکنن، انتخاب رنگ است. و رنگی که امسال در سال 1399 انتخاب شده به عنوان رنگ سال، سرمه‌ای یا هم رنگ نیلی است. به مو دلیل هم امروز رنگ سرمه‌ای پوشیدیم و میریم از بعض دوکان ها هم پرسان میکنیم که چطور از مشتریشان کدام رنگ ها را بیشتر انتخاب میکنن و کدام لباس ها را بیشتر وارد کردن. پس با ما همراه باشین و ادامه برنامه را فراموش نکنیم. خب بیننده عزیز، همین لحظه هم ما در داخل یکی از فروشگاه های لباس آمدیم. نام خودمون تو لباس های رنگ و رنگ و مقبول معلوم میشه، ولی ببینیم که اینا کدام رنگ بیشتر وارد کردن و به خاطر از اینکه رنگ امسال هم سرمه‌ای انتخاب شده، آیا اکثریت لباس های رنگ سرمه‌ای را هم اینا وارد میکنن یا خیر؟ فروشنده از این لباس ها هم همین لحظه هستن. سلام و وقتتان بخیر. سلام علیکم، خوب هستین جان؟ تانجور صحت خوب؟ تشکر، زنده و سلامت باشین. همین لحظه بیننده عزیز ما از شبکه جهانی آریانا برنامه صبح زندگی ما و شما را تماشا میکنن. در مورد رنگ سال بر ما بگوین که رنگ امسال کدام رنگ انتخاب شده و بیشتر مردم کدام رنگ انتخاب میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سال نو که انتخاب شده رنگ سرمه است و بیشتر دکانداران حال کوشش داره که امسال رنگ سرمه را به دکانها بیاره و به فروش برسانه. آها، خیلی عالی. و معلوم هم میشه که در بین از این پنجابی های مختلفه که شما آوردین، یک رنگش هم سرمه ای است. رنگ سرمه ای را بیشتر مردم انتخاب میکنن؟ و تالی خوب و مثال نو بخیر مشتری های ما آمده، زیادتر مشتری ها سرمه ای را انتخاب میکنن و سرمه ای رنگ سال است دیگه، با مخاطر زیاد میتونن. بله بیننده عزیز، حالا رسیدم به دکان بعدی و میخوایم که داخل از این دکان برم پرسان بکنم از فروشنده که اینا هم در مورد رنگ سال معلومات دارن یا نه. من فکر کنم حتما باید معلومات داشته باشن، چرا که فروشنده لباس هستن و بیشتر سرکارشان با رنگ و لباس هست. پس با ما باشین. سلام، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ سلامت؟ تشکر، سلامت باشین، روز خوش. سال نو شما مبارک باشه. خوشحال هستیم که امروز با شما هستیم و نام خدا فروشاتون مطمئنن که در شب روز سال نو بسیار زیاد میباشن. بله، شب های سال نو از اگر ما کوشش میکنیم لباس های مقبول تر برای مشتری های میخواد بیاریم و فعلا هم لباس های که ما امروز آوردیم لباس های نخی است که فعلا زیاد مشتری های ما خوش میکنن و لباس های سرپنی های مقبول است که از کمپانی های برند است، از کمپانی هندوستان برتن فعلا آوردیم. دیزاین های نواز و پلین های بسیار مقبول که از کمپانی هند است. ولی اسمتان نگفتین؟ اسم من رضا است، یکی از دکانداران. بسیار عالی. رضا عزیز، یک موضوعی که بسیار به مردم مهم میباشه به ویژه به طبقه جوان، رنگ سال است و هر رنگی که در یک سال انتخاب میشه و به عنوان رنگ سال نامگذاری میشه، بیشتر مردم هم کوشش میکنن که به اساس از امون رنگ لباسایشان انتخاب بکنن یا حتی بعض وسایل دیکوریشن داخل اتاق خانهشان را به امون رنگ انتخاب بکنن. شما چطور، فروشاتان بیشتر از کدام رنگا بوده؟ خب در کل امسال رنگ سرمه‌ای رنگ مقبول شناخته شده و فعلا هم مشتری ما زیادتر رنگ‌های سرمه‌ای را خوش می‌کنن و پرسان می‌کنن رنگ‌های سرمه‌ای چطور است، به خاطر که رنگ سال تعیین شده و ما کوشش کردیم رنگ‌های سرمه‌ای را زیاد آوردیم در دکان و پالون‌های سرمه‌ای را که به خاطر که امروی پیراهن خود می‌خواستن ست کنن. بسیار عالی. معلوم میشه در اینجا دیگه مکمل رنگ‌های سرمه‌ای هم است، رنگ‌های سیاه هم است، ولی شاید مردم بیشتر ترجیح بدن رنگ‌های سرمه‌ای را که در ترکیب لباس‌هایشان هم داشته باشن. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید. برام یاد خدا و با عرض سلام، انشالله که جور و صحت و سلامت باشین. سال نو، بهار نو 1399 خورشیدی را به تک و تکتان از طریق
قلب تبریک میگم. انشالله که یک سال خوب و خوش و از امید و آرزوها را کنار هم داشته باشین، کنار فامیلتان داشته باشین. من همین لحظه در ساحه تپه مولا بزرگ هستم. سالا مردم بسیار زیاد جمع میشن و به خاطر از این که بیاین از این ساحه دیدن بکنن، یک لحظه میخواین تفریح اینجا داشته باشن. خوبیش دید که البته با وجودی که دولت هم گفته که بعض جا جمع نشین به خاطر ویروس کرونا، اما بعضی ها که همون سرگرمی ها هست در پیششان یا آگاهی ندارن جمع و جوش میبود، ولی حالا قدر نیست و اینجا نیروهای نظامی ما هم هستن که آمدن البته به خاطر امنیت این ساحه که امنیت بگیرن. با وجود از این در پایین تر میریم که در اونجا پارکینگ ساختن، بعضی های کسایی که دکانداری میکنن البته کارهای خرد خرد میکنن، اونا هم اونجا کل سیستم خود جور کردن. میریم طرف از اونا، میریم آیستا آیستا. من عمو سربان هستم، همینجا تپه ملا بزرگ و ایام زیارت ملا بزرگ هست که تا تصویر مسعود جان بگیریشه. زیارت ملا بزرگ هست که در اینجا هم مردم میان علش تپه که میان دیدن میکنن از این با و معمولا زودتر میان. خب چگک بیم طرف بیا ببین پرسان بکنیم از اینا که اینا چی میگن بر ما. میجه بینجه 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 سلام، خوب استی؟ بخیر جانک جور؟ جان و جر. نام چیست؟ بیا بالا بیا. منصور جان. خب منصور هم نام همکار ما هستی. منصور جان چی میکنی خودت؟ والا چکر انسان نوا آمده گفتیم نکم تفریح. خانه همینجاست؟ آه اونجاست. اینجا خاطر چی آمدی؟ به خاطر تفریح کردن. امروز سال نو بعد از یک ماه بعد از اون مکتب ها شده میشه. خب به تفریح آمدی دیگه؟ باز دیگه سالا در این وقتا بیروبار می بود یا تا... بیروبار می بود حالا به خاطر مرض کرولا کامده نیست حقا کسی. کرولا. کرولا. خب باز خودت همه سال همینجا می آمدی؟ کت دوست دیگه معمولا گودی پرام بازی هم میکنی؟ حالا که گفتن که کرونا هست باز تو خیلی چرا آمدی بیرون؟ خب گفتن دلو متنگ میشه در خانه بیادر نداره که ایش باشون دلو متنگ میشه میایم بیرون دلقه. خب بیادر نداره که در خانه باشی که ما خاطر بر آمدی بیرون که تفریح بکنی یا؟ که امروز تصمیم داری که تمام روز همینجا باشی؟ تمام روز نه، یک دو سال باشی میری خانه بخاطر که دیگه نگیردم. سن چند هستی؟ صنف پنج. بشکر. در سایت هم باز بخونی خو؟ خب. تشکر. گپن از خواه. خب، حرفای زیادی از اینا خود داشتیم. اگه پایین تر بریم نهایت تصویر کنه مشکل پیدا نبکنه. دوست دیگه ما اینجا آمده دل تراشه؟ یا اینجا؟ سلام. چی حال داریم؟ بخیر. صحتون خوب است؟ نامتون؟ فرویش. خب، خود اینجا چی میکنی که آمدی؟ اینجا چکری آمدیم. چکری آمدین؟ از کجا؟ از پایین. خب بیشکت باز اینجا که آمدی معمولا چی کار میکنید اینجا؟ تا چند بجه هستی؟ یک ساعت دو ساعت هستم میرم با بحر. یک ساعت دو ساعت هستی باز پس هنوز بیروبار نشده وقت آمدی خودت؟ نه وقتی مک در قدر ساعت ماتش پس میرم. یا ایجا شب خوابت نبرده باش که صبح سال نوست؟ خواه برده. خب بشکت. خوب است نوشو جان، تفریح خوب برات میخوایم. زنده باشی. شکر. خب از بعضی هایی که اینجا پرسان بکنیم از هر کدامشان زیادتر وقت هم میگیره. بیشتر البته تصویر به خاطر ویروس و به خاطر مشکلات های دیگه که بود اینجا متاسفانه مثل که همه ساله بیروبار میبود حال نیسته، ولی مردم زیادتر در اینجا می آمد. همین سقامتی که من استاده استم کلن پر می بود، متاسفانه حالی نیست. بر صورتش زیاد پر حرفی نمی کنیم، حرفای زیاد خواد داشتیم. حالا میریم طرف استدیوی صبح و زندگی، گزارش بعدی را همراه همایون جان افغان فراموش نکنیم. تشکر از اینکه برنامه ما را تعقیب کردیم. به خاطر دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنیم و به خاطر دیدن ویدیوهای بعدی ما اینجا را کلیک کنیم و به خاطر پیوستن همراه ما سابسکرایب کنیم. بله با شما ایزان هستیم. من دیگه این سبزی سمنک به دستم بود و طرف مقبولی از این سیل داشتم و همچنان رمان سرخ که به دور از این سبزی سبز دیگه دیده میشد. واقعا رنگ سبز و سرخ در کنار هم چقدر مقبول معلوم میشه. همیشه بهارتان مثل این سبزی سمنک سبز و مقبول باشه. بله و در این لحظات برنامه هم میریم به طرف همکار بسیار خوب ما بشیر جان انصاری.
در شهر زیبای مزار شریف همین لحظه قرار داره. گزارشگر خوب شبکه جهانی آریانا و یک گزارش بسیار جالب دیدنی را از روضه شریف تقدیم ما و شما میکنه. ولی قبل از همه سلام و صبح بخیر دارم با بشیر جان عزیز. سلام و صبح بخیر خدمت شما آقای رسولی و خدمت رویا جان و همه بینده های برنامه صبح و زندگی. سال نوتان، نوروزتان مبارک. بسیار تشکر، سلامت باشی بشیر عزیز. سال نو هم بر خودت مبارک باد میگم و رویا جانم سال نو بر خودت تبریکی میته. انشالله که یک سال بسیار خوب را خودت در پیش داشته باشی. سلامت باشین. چی گپ هست در شهر زیبای مزار شریف و بخصوص به طرف روضه شریف و قسمی که در تصویر هم معلوم میشه اصلا به او تعداد که سالهای گذشته مردم زیاد بود اصلا دیده نمیشه و تعداد مردم هم اصلا به چشم نمیخوره. نوروز امسال در سایه کرونا لغو شد، اما قسمی که شما میبینین امیل از ما در زیارتگاه حضرت علی کرم الله وجهه هستم و اینجا همه ساله مراسم جهنده بالا با حضور هزاران زائر که از سراسر افغانستان می آمد و همچنان از بیرون از افغانستان. امسال بدون زائر و بدون اشتراک کننده به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا این مراسم لغو شد، اما جهنده دیشب که سال تبدیل شد بدون حضور مردم مقامات برافراشته شده و تا 40 روز ای برافراشته میمانه اما بدون زائر. متاسفانه که امسال در سایه کرونا این مراسم تجلیل شد و از اجتماعات کلا در مزار شریف جلوگیری شده. آها بسیار خوب، گپ بسیار خوب است، به دلیل از اینکه مردم بتونن به نحو پیشگیری بکنن تا خدای نخواسته به ویروس و کرونا مصاب نشن و این خوب است که در خانه های خود بیشتر بمانن. خب در کنار روضه شریف بیشتر مردم چگونه سال خود آغاز کردن؟ بعض محلات دیگه هم رفتن یا اینکه تمام مردم در خانه های خود هستند؟ اتفاقا که ما دیروز به بیرون از شهرم رفتم، جایی که تفریحگاه بود قبلا و تعداد زیادی از مردم برای سیل و سیاحت و سبز لگد کردن می رفتن، اما تدابیر گرفتن برای پیشگیری از شیوع کرونا و هیچ کس در دشت و دمن هم ندیدم. مردم در صورت که بسیار نیاز داشته باشند بیرون از خانه هایشان می برایند و در غیر از او همه قرنطینه هستند در خانه هایشان، چون یک مورد مثبت کرونا در مزار شریف ثبت شده بود. از او بابت مردم خیلی ها نگران هستند و امسال اما قسمی که از طریق رسانه ها هم برای مردم گفته شد، مردم امسال در خانه هایشان نوروز تجلیل کردند و بیرون از خانه هایشان نبرآمدند. همین لحظه که من با شما صحبت می کنم هوا بارانی است، هوا خیلی ها عالی است و نم نم باران هم می باره و متاسفانه روضه شریف خالی از زائر و زیارت کننده است و نوروز امسال همه قسم مردم سپری کردن و امروز روز نخست است. آها متاسفانه که ویروس کرونا سبب شده یک تعداد زیاد از برنامه های مردم به تعویق بیفته. از شرایط حفظ الصحه مردم بر ما بگوین که مردم تا چی اندازه شرایط وقایوی را در نظر میگیرن تا اینکه وجودشان را از ویروس کرونا محافظت بکنن؟ خوشبختانه در مزار شریف هم صحت عامه و هم مردم سهم گرفتن، بازرگانا در ضد عفونی کردن مناطقی که ازدحام است، در بسیاری جایها بلبوردهای کلان برای اطلاع رسانی از مردم بند شده و همچنان بلندگوها توسط موترها برای مردم اطلاع رسانی میکنند که باید کرونا را جدی بگیرند. همه قسم برنامه ها گرفته، شهرداری در نقاط مختلف شهر مزار شریف دستشوی و صابون و مایه شوینده مانده برای مردم و مردم با ماسک دیده میشه. واقعا که ایده جدی گرفتن و مردم و هیچ نوع اجتماعات در مزار شریف برگزار نمیشه، حتی رستوران ها هم بسته است و مردم نمیتونن به ورزشگاه ها، به تفریحگاه ها، به پارک های تفریحی برن و این مسئله را خیلی ها جدی گرفتن و با دولت یا حکومت محلی همکار هستند. بسیار خوب آقای انصاری، یک تعداد از مردم ما هم در برخی از ولایات ما حتی در مرکز هم از بلند رفتن قیمت های مواد خوراکی و همچنان از بلند رفتن قیمت ماسک بسیار زیاد شکایت داشتند. در شهر زیبای مزار شریف هم چنین موارد دیده میشه یا خیر؟ ماسک و مایعات ضد عفونی کننده و شوینده تا حد بلند رفته. دقیقاً که یک دانه ماسک بین 20 افغانی تا 25 افغانی فروش میشه در داروخانه ها، چون کمبودش احساس میشه و مردم
استفاده میکنند. مواد خوراکی خوشبختانه ما گذرگاه مرزی حیرتان داریم. اینجا در هر 24 ساعت بیش از 10,000 تن مواد خوراکی شامل گندم، آرد و روغن داخل مزار شریف میشه. از طریق خط آهن، کشتی و کامیون های بزرگ مواد خوراکی برای دو روز قیمت رفت، اما حکومت محلی تانست که جلو از این را بگیره و حالا مارکت ها زیر کنترل است و مواد خوراکی بهایش به همو قیمت است که پیش ازی به فروش میرسید و وافر در شهر مزار شریف پیدا میشه. بسیار عالی، گپ بسیار خوب است که قیمت های مواد خوراکی در شهر زیبای مزار شریف بلند نرفته و مردم میتونن که با قیمت های قبلی مواد خوراکی و مورد نیازشان خریداری بکنن. از مواد که به خاطر وقایه بیشتر استفاده میشه که از ماسک هم شما اشاره داشتین که قیمتش نسبت به گذشته بلندتر شده، از طرف دولت هم گفته شده که هیچ مشکل در قسمت واردات و همچنین وسایل مورد ضرورت و وقایوی برای مردم وجود نداشته و خیلی راحت تجارت پیشای ما وارد میکنن چون این موارد را. پس چرا قیمت ها بازم بلند رفته و آیا دولت هم کنترل داشته در شهر مزار شریف یا خیر؟ دولت کمیسیون را تشکیل داد، حکومت محلی که نظارت بکنه از این. خوشبختانه پیدا میشه، مردم دسترسی داره و یک تعداد از بازرگان ها و افراد خیر هم نقش بازی کردند و در جا جایی از شهر مزار شریف توزیع میکنن به مردم ماسک ها و سایر موضوعاتی که باید از کرونا پیشگیری شود. این مسائل در مزار شریف خوشبختانه هست و کمبود احساس نمیشه، اما در داروخانه ها تا جایی که کمبود احساس میشد حالا افزایش یافته، اما باز هم قیمت ها زیاد پایین نامده در ماسک، اما ای که توزیع میکنه بازرگان ها و یک تعداد مردم دیگر، این جای خوشبختی است و مردم از این موارد خیلی ها استفاده میکنند و جدی میگیرند کرونا را در مزار شریف و پروازهایی که از تهران و مشهد هم صورت میگرفت و متوقف شده و یک مورد رام که در مزار شریف ثبت شده بود، او رام جوان بود که از ایران برگشته بود و حالا در حالت قرنطینه و زیر تداوی است و هیچ مورد فوت و یا مرگ از این ویروس در مزار شریف ما نداریم. بله، یک جان تشکر میکنم انصاری صاحب از گزارش بسیار جالبه که در مورد شهر زیبای مزار شریف و همچنان در مورد تجلیل مردم تقدیم ما و بیننده عزیز کردین. اگر پیام گفتنی داشته باشین بفرمایید. سال خوش و خوب برتان آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که از این بلای کرونا همه مردم افغانستان در امان باشن. سلامت باشین. از طرف ما هم به تمام مزاری های ما سال نو مبارک باد بگوین و روز خوب و خوش برتان میخوایم. سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید. به 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 به، عجب آهنگ قشنگ، عجب. بیا که بریم به مزار. گل لاله‌زار چطور؟ بریم به مزار مولا محمد جان. بیا که بریم به مزار مرجان مقبول، بهانه نازدانه و مهمان یک دانه ما. سال 1399 مبارک همه دوستای ما، انشالله که خوب و خرسند باشید، سال پربرکت باشه به همه شما. رسم نوروز است، با ما باشین و با خورخوندایم باشین که ما کجا میریم رسم رواج نوروزه باش ما برفی میکریم. مرجان قندول سلامت باشی لجان نازنین و هم سلام تقدیم میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز. سال نو از صمیم قلب بر همه شما عزیزان تبریک میگم. بهانه جان سال نو تو مبارک. تشکر. سال نو شما هم مبارک، لباسای مقبولتان هم مبارک باشه و هم سلام تقدیم میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم خوب باشین، سعادتمند و سال نو را به همه شما عزیزان مبارک میگم. ان شاءالله که یک سال خوب و خوش و پر از خوشی ها البته داشته باشین در کنار فامیل دوستایتان. و همچنان امروز ما سه نفر تنها نیستیم، مهمان عزیز را هم
هم در کنار خود داریم، میترا جان خاموش، خانمی که نقاش هستند، بسیار مقبول نقاشی ها دارن، رسامی های مقبول دارن و امروز هم ما خواستیم که اینا را در کنار خود داشته باشیم و میخواییم سال نو برش مبارکی بگوییم، لباس های نوش مبارک. و چطور هستی؟ چطور آغاز کردی امروز روز سال نو؟ تشکر، زنده باشین. سلام خدمت شما دخترای مقبول. میترا خاموش هستم، نقاش، و سلام بیننده های عزیز. سال نو به شما تبریک میگم، امید سال متفاوتی داشته باشین. تشکر میترا جان، خدا کنه خودتم سال خوب داشته باشی. و بریم به طرف هیله که چیگه پا داره. جان هیله قربانت، امرای لباس های مقبوله. تشکر میکنیم از قناری دیزاین که لباس های ما را بر ما تحفه کرده. و چطور از لباس های ما خوب شد؟ مقبول است؟ چشمای شما مقبول. دوستان عزیز با ما باشین، ما طرف آشپزخانه میریم. خب مگر پرسان میکنیم از دخترها که شما چیز بیادتان مانده سابقه که چی رسم و رواجا بوده تا به حال؟ من قدر یادم است که تخم رنگه میکردن، در خانه نگاه میکردن، باز تفلک ها پشت کوچه میامد سال نو مبارکی، باز در خلطگک شان اونمونه میگم انداخته، باز و دیگه اینمی توفیشان بوده. از شما چی یادتان مانده؟ والله هیله جان اگه ما بگویم در زمانای ما که بود، امو زمانای سابقه. خب نوروزی میارن طبعا، کسایی که نامزد هستن همیشه برشان نوروزی میارن، ماهی جلبی میارن، لباس میارن، این چیزا. و در روز سال نو طبعا همگی هفت میوه آماده میکنن، سفره هفت سین آماده میکنن، بیشتر هم سبزی پخته میکنن همگی در خانه‌هایشان. و دیگه بگویم که سمنک آماده میکنن و چکر میرن به هر طرف. دیگه ما ببینیم که شما کجا میرین. گفتنمون است سمنک، یادآور شدیم دخترها یکی افسین است که سمارق است و سیب است و سبزه است و اینمی کلش سین باشه. سرکه نمیشه امکان نداره. و دیگه ای که سبزه لگت کردن، مرجان میگه هیچی ما نگفتم، اینمی سبزه را سرش لگت میکنیم، اینمی سبزه لگت. کدام وقت دیگه سبزه را لگت کنیم؟ تو چی ما؟ نه خدا سال نو لگت که سال بسته، سال آغاز سال سبز باشه تا آخر سال سبز. بسیار رسم رواجای مقبول و نگفتنم و نه همش دلانگیز. اینال ما میریم طرف آشپزخانه خود. خو میترای یک دانه که امروز با ما مهمان است، دختر قندول، بسیار آرام. خدا کنه که تا آخر سالت آرام نباشی میترا جان. با ما باشین، ما با شما هستیم. برنامه دیدنی، سال نوتان مبارک. خوش آمدین دوست عزیز. قسمی که ما وعده کردیم، گفتیم میریم طرف آشپزخانه مقبول خود و اونجا تخمای مرغ خریداری کردیم. بچه‌ها بر ما آورده، بچه‌ها رو هم در کار انداخته بودیم، همکارا رو گفتیم چی به درد می‌خورین، بر ما تخم مرغ آوردن. اینال اینا جوش میدیم و بعد از این که جوش دادیم دیگه با ما استپ بای استپ یا مرحله به مرحله با ما باشین که ما چی می‌کنیم. نه. ما تخمای مرغ ماندیم، بعدش آب مندازیم. با 20 دقیقه با ما باشین. بله، باز هم خوش آمدید. ادامه برنامه رسم نوروز است و هیله جان دو نفر شد اسفند دود کنیم پیدا میشه. رفتن طرف یک بشقاب بر ما بیارن، همکاری کنن دیگه، در کار انداختیم شان. دوست عزیز تو خونه همیشه میمان باشه. یک میترا جان میمان بود، میمان ما همی تخمه را مفت نمیگیم که بخوره، یک ذره کار بکنه. در ضمنش ما 20 دقیقه 15 20 18 دقیقه میشه یک 20 دقیقه شد ما را به جوش ماندیم که جوش بخوره. بعدش دیگه باز رنگ‌آمیزی میکنیم، مقبول جوش میکنیم، هم قشنگ قشنگ که دل انگیز باشه و دل ببره. فعلا دیگه تخمه دالت جوش خوردن است و ببینیم که میترا جان تو از گیر ما فرار نکده باشن از کار. مرجان میترا کجاست؟ این بشقا با بیاره نه هستن خط گلن بره یا نمیرن. مقبول آوردیم. خب مزیره شروع بکنیم سیز آه بخیر شروع کنیم. شروع بکنیم؟ شروع کنیم بخیر. در کشیدن تخما شروع میکنیم. اول ما چطور؟ میرم نه کلان نیستیم، ما شما هم سن هستیم. خب من سن خود در خانه شوهر سپری کردم، شما در خانه پدر او دختر تو کارا نکن. خب با ما باشین دیگه ببینیم که ما دست ما در کار یاری میتن نمیتن. اینه بسم الله گفتم خود دختر ها که برکت کنه. چطور؟ اینه برکتی برکتی. مرجان درست بگیری، مرجان از کار هستی؟
بگو که خواستگارا را از دست میدی. بگی آمایی که مرا بگی کمک کن بهانه قندل ای یک رقم چی نباشه؟ چی میگن تو ده نوار نباشه که حالا یک چند دانیش من بیرون کردم یک چند دانیش شما میترا را دکار نپتیم؟ ماما باشین یک جای مقبول زیبا یک جای دیدنی میریم. سال نوتان مبارک. باز هم دوستان عزیز آمدیم به نقاشی و رنگامیزی و دختران میگه که پیش از پیش هیله مویای تام رنگ کردی و روی تام رنگ کردی. گفتم دیگه سال نو رنگارنگ باشم تا قشنگ باشه و زیبا باشه. بریم نقاشی بکنیم ببینیم کی مهارت داره در نقاشی و رسامی و رنگامیزی. مرجان سعی داره. سعی چی سعی داری خودت بکاشو؟ درخت بیخی قواره خود تا کشیدی. ما میخواییم که سر نام خود و یک دانیم اینجا رسم کنم باز اگه کس زورم نته. یک دانیم دیگه آه دیگه نه دیگه تو از من یاد نگی هر کارم. من دیگه که یک دانیم رسم کردم نام خود من نوشتم دیگه تو یک چیز دیگه تو رو از قواره شو بکش. چهره کی را کشیدی؟ چهره کم را من کشیدی؟ چهره کی را کشیدی؟ من تا فعلا چهره کم را کشیدی؟ های بروتی کشیده من اتمن نفر خود را چهره کی را کشیدی میترا جان؟ چهره را کشیدی من متفاوت کشیدیم قلب تو در قلب ما جای داری قلب رسم کردی؟ من اینجا اینه چه کشیدی؟ سک اینه هیله جان اینی هم یک دانیم خلید جان اینه دخترها خسته نباشین بعد از رنگامیزی و رنگ کردن و هر کس اینجا مصروف بود کس سر نام خدا نوشت مثل من کسی هم تصویر خدا جور کرد و امروز بهانه خیلی جور میگه مرد ریش سفید بابگک جور که مال کی تفکیک کرد کو بابگک است. به هر صورت امروز میمان قندول هم که با ما بود میترا جان ازش تشکری کنیم باید با تصاویر زیبا و مقبول که با خدا آورده و با این وسایل که بود برسای رنگ بود رنگا بود و این که خودش اومد امروز ما خیلی روز ما خوش گذشت. میترا قندول اگر پیام داره دیگه ما میشنویم. خب تشکر زنده باشین و بسیار برنامه خوب بود. من خوشحال شدم از دیدن شما و چی نقاشی های مقبولی کردین. هرچی که پیش آمد خوش آمد. زنده باشین تشکر. خدا کنه که من همکاری کرده باشم امرایتان. و پیام ما ای است که یک روزی برسه صلح باشه در افغانستان و تمام استعدادهای پنهان که در عرصه نقاشی هستن هنر یاد دارن پنهان هستن اونا بتونن یک روزی پیشرفت کنن در جامعه خصوصا دختر خانوما. تشکر از شما و باز هم سال نو به همه شما تبریک میگم. امید سال خوشی داشته باشین. تشکر از شما. دوستان عزیز من تشکر میکنم که تا این دم با ما همراه بودین و یک سپاسگزاری خاص از قناری دیزن که لباسای بهانه جان، ایرا جان و ما را اسپانسر کردن و برنامه رسم نوروز. بله. تشکر از شما که بیننده ما بودین. انشالله که سال سبز با برکت، صلح و صفا و صمیمیت داشته باشیم همه ما و شما در کنار خانواده های خود و افغان ما هر کجایی که باشه خوش و خوش بخت باشه. بهانی قندو؟ بله.
ما باز هم سال نو به همه شما، البته به عرصه شما عزیزان تبریک میگم و همچنان به تمام ملت ما، و امید دارم که سال پر از خوشی ها و سالی باشه که تمام آرزویشان پوره شود و خوش باشند. و خب خدا نگه دارد. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید. سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز، بیننده های خوب تلویزیون آریانا. امید است که صبح را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. میشه بگویم که سال نوتان مبارک، روز نوتان مبارک، فصل نو زندگیتان همچنان مبارک. امید است که امروز اول روز بهار 1399 روز باشه که برای یک سال آینده زندگی شما تضمین شوه، مانند امروز روز خوشی باشه. اگرچه شما میفهمین که ویروس به نام کرونا به هر کشور، به هر جای سرایت کرده و تعداد بیشتر انسان ها در هر کجایی که هستند با تکالیف مختلف روبرو شدند. بالاخره این ویروس باعث ازی شد که امسال در بخش های مختلف افغانستان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شود و بر مردم ما همچنان اجازه دادن نشه تا در نقاط و یا بخشایی که نقاط مزدحم گفته می شد بر سالیان گذشته، امسال کوشش کردند تدابیر بگیرند و بر مردم اجازه ندن تا با هم نزدیک باشند و تعداد زیاد مردم در یک جا جمع شوند، یعنی جایی که مجتمع ها می باشند و گرد همایی ها می باشند و یا مثل سالهای دیگه از میله نوروز و گل سرخ و ژنده بالا، اینا مردم افغانستان از بخشای مختلف می آمدن و در این مراسم شرکت می کردن. امروز می بینین که مسئولین امنیتی منطقه ساحه کارته سخی را تماما تحت کنترل خود قرار دادن و حتی بر کسایی که کپه داشتن اینجا دکان داشتن، بر از اینا اجازه دادن نشده تا بیان دکان یا کپه خود را باز بکنن، چون کسی را اجازه نمیده که بیایه به خاطر زیارت کردن، به خاطر دیدن از زیارت سخی و یا به این منطقه که بر تفریح تا می آمد مردم ما در نوروز و در فصل اول سال، در روز اول فصل هر سال می آمدن. امسال دیگه مثل سالهای دیگه نیست. هر طرف که شما ببینین فرصتی است و هیچ کسی نیست، صرف نیروهای امنیتی از بخشای مختلف امنیت ملی، پلیس ملی دیده میشن به خاطر تدابیر امنیتی، کس دیگه هم نیست. کاکا پیشتر امروش گپ زدم، گفت که تمام زندگی از زمانی که بزرگ شده ما همه ساله به زیارت سخی میایم، امسال هم آمدن، چه قصه دارن؟ کاکا سلام. سلام علیکم. نام شما چی است؟ نام محمد حسین. کاکا حسین چند سال دارین؟ من تخمینا در بعد یک 62 سال. 62 سال. حدودا چند سال یادتان میاد که شما به زیارت میایین، خصوصا در هر نوروز؟ تخمینا 30 سالی شاید یادم بیا که چه کم میایین. خب امسال چند بجا آمدین امروز؟ امشو وقت آمدیم گفتیم شاید در رواز باشه، ما رابطه چه که بودیم داخل یک زیارت هم کنیم، اون را نداد دیگه چه که شاید در خیلی کلی اسلام است. گفتن براتون چرا اجازه نمیتیم؟ اجازه به خاطر شاید به خاطر ما که سوال جواب نکردم، به خاطر کرونا باشه شاید چه. و خودت چی فکر میکنی کاکا، کار درست شد امسال؟ چرا، کار کاملا درست است، خدایش در خیر مردم است همی کار، اگر مردم از کار خوشش بیه. مردم باید خوش بیه به خاطر که به خاطر حفاظت صحت مردم دولت کوشش کرده که همی کار بکنه. سلام است یکی به خاطر تن یک نفر که نیست که یک نفر باشه ایشه که به خاطر کلی مملکت ماست. خدای نخواسته اگه یک نفر بگیره تمام فامیل بگیره. خیلی یک چیز مسلم است آقا جان. پس شما خوش هستید؟ چرا، 100% خوش هستید. برای مردم ما میگیم اگر میخواین که بیاین به زیارت سخی، اونا هم از خانه حرکت نکنن.
خب او هر کس نظر خود شخصیش است. نظر ما و شما هم است. کسی گفته نمیتونه. نظر ما کمی بود که تا اینجا یک دفعه بیاییم با پابوسش. اگر کسی گذاشت که کنه میگذارد اگر نه که مسئولین نگذاشت در خیلی ما سینمی آقا جان ما خوش هستیم خدا ایش خوش هستیم. تشکر کاکا زندگی میکنم. شما همیجا زندگی میکنین؟ آه از شهر والی هستین؟ آه شهر والی. بخش تنظیف کار میکنین؟ آه. چطور امروز آمده اینجا؟ ما امروز گفتیم بریم یک زیارت دفتر زیارت آمده این؟ چند سال از به زیارت میان شما؟ اما یک 5-6 سال میشه. 5-6 سال میشه. آه. امروز بیکار رخصت هم هست. آه رخصت هم یک سخی بود. زیارت هم اجازه نداد برتون. اگر قصد زیارت باشه از امینجا میشه زیارت کنی نی؟ از امینجا میشه دعا کنی. آه خیلی. زیارت مصاب است واجب نیست. آه نمیشه نه؟ آه نمیشه. آه از خاطر مریضی دیگه. بر ما هم دعا کنی بس. آه خیر باشه. تشکر. زنده باشین شما. سلام بر شما. چطور هستید؟ صبحتون بخیر. شما جور. سلام نوتون مبارک. بخیر سلامت شما خود معرفی بکنین کی هستید؟ من سید رحیم شاه هستم باشنده کابل. باشنده کجای کابل؟ چرای شهید انگرا. خب چطور آمدین امروز اینجا؟ امروز آمدم میخوام که مولا ما یک زیارت کنم. خب از امی دور میشه که زیارت بکنیم؟ از دور خود درست است، یکی از که باید پیش بری بشینیم باش صحبت کنی، یکی از دور سلام دادن از دور بهتر است یا از نزدیک رفتن؟ من فکر میکنم قلب مهم است. قلب مهم است، ولی من تو را دوست دارم. احساس اگر از اینجا شما را سلام بتم باز به احترامی میشه بخاطر از این ویروس یا مریضی که برآمده امروز تدابیر امنیتی گرفتن، کوشش کردن که با مردم اجازه نتن، کار درست است فکر میکنین؟ ولی ایرم اگر فکر کنین نظر به نیتهای هر انسان است. همین ویروس را مربوط به نیت میشه؟ ویروس را سعی کنین ویروس که هست یک پدیده الهی است برای از این که بخاطر مردم نیتایش بد شده، مردم از راه انحراف رفته، یک پدیده آمده که حتی نمیمانه که بدر زیارت هم بری زیارت کنی. فکر کنین چقدر انسان دور شده است. اولاد از پدر و مادر دوری میکنه، بغل کشی نمیکنه بخاطر از این ویروس. بخاطر چیست ای؟ بخاطر از این که کلگی پیسه ایمان نشده، یعنی کل چیز پیسه شده، درست است؟ نه احترام مانده، نه خرد و کلان مانده، نه پدر در اولاد احترام داره، نه اولاد در پدر احترام داره. بخاطر همی ویروس فرستاده که دلها بیخی از هم دور شوه. تشکر شما. زنده باشین. زنده باشین. اینا بخاطر چی آمده؟ از کجا آمده این؟ صرف بگوین بر ما؟ از چارقلا. از چارقلای چردی؟ وزیرآباد. وزیرآباد. خب شما بخاطر زیارت کردن آمدین؟ آه بله. تنها آمدین؟ آه بله. چند بجه رسیدین اینجا؟ همیالی هفت و نیم. هفت و نیم صبح رسیدین؟ آه. اما تا هنوز برتون اجازه نداد؟ نه تا هنوز. خب چرا منتظر هستین؟ برین دیگه. نه نه ایمانا کنیم. ماندن اخلا ایمانا از همینجا یک دعا کنین و برین بخیر. یه رقم خوب است نه؟ میشه می بخیر ما باشه. تشکر از شما. بخیر باشید. زنده باشین. عزیزان گرامی از شما هم یک دنیا تشکر که تا این لحظه بیننده گزارش ما به گونه زنده از نزدیک زیارت سخی که در منطقه کارتج سخی ناحیه سیوم شهر کابل موقعیت داره. روز گذشته جنده روز گذشته بلند شد؟ بله. علم سخی و یا جنده روز گذشته. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین. ادامه برنامه صبح زندگی را از شبکه جهانی آریانا تماشا میکنین، و تشکر میکنم از تمام شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه صبح زندگی هستین. گزارش را داشتیم از گزارشگر ما همایون افغان که باز هم از تجلیل سال نو در گزارش خود یادآوری کرد و گفت که یک تعداد زیاد از مردم ما امروز اصلا از خانه های خود بیرون نشدن و نمیخواین که در محلات مختلف تجمع داشته باشند به خاطر ویروس و کرونا که خدای نخواسته هموطنان ما مصاب نشه. خدا کنه که تا این دم لحظات خوب را در کنار برنامه صبح زندگی سپری کرده باشین. هنوز هم بخش های جالب و جذاب و دیدنی در صبح زندگی باقی است که تا لحظات بعد تقدیمتان خواهد کردیم. همچنان شما که نمیتونین ادامه برنامه ما را از طریق تلویزیون تماشا بکنین، کافی است که همین لحظه سر بزنین به وبسایت شبکه جهانی آریانا www.arianatelevision.com، تب لایو را کلیک بکنین و صبح زندگی را در هر کجایی که هستین با وسیله موبایل های هوشمند و لپتاپ هایتان تماشا بکنین.
و جا داره که تشکر بکنیم از شرکت تولیدی لونگ دیزاین به خاطر تهیه لباس‌های مجریان برنامه. لباس‌های برای خیلی مقبول زیبا دیزاین کردن. اگر شما هم می‌خواید که محصولات با کیفیت و متفاوت را تجربه بکنید، پس از محصولات تولیدی لونگ دیزاین استفاده بکنید. در این لحظات برنامه هم قرار است که فواد احمدی از ولایت زیبای هرات ما گزارشگر ما هستند، یک گزارش خیلی دیدنی و جذاب را تقدیم ما خواهد کردن تا که به طرفشان بریم و همراه گزارشگر ما وصل شوین. قابل یادآوری است که منتظر نظریات و دیدگاه های شما همیشه ما در صبح زندگی می باشیم و اگر شما هم دوست دارین که بخش های جالب تر دیگر هم ما در برنامه جا بتیم، حتما پیام هایتون با ما شریک بسازین. ما می خواهیم که سال نو هر چیز زیباتر و قشنگتر تقدیم شما عزیزان بکنیم و در طول سال بتونیم که بهترین و جذابترین بخشا را تقدیم شما هموطنان عزیز ما در افغانستان و بیرون از کشور بکنیم. همین لحظه هم فکر کنم که گزارشگر ما آماده هست و میخواهد که گزارش بسیار مقبول را از ولایت زیبای هرات تقدیم ما بکنه، ولی لحظات پیش هم که آقای انصاری را ما از ولایت بلخ شهر زیبای مزار شریف داشتیم، اونا گفتن که در شهر زیبای مزار شریف امروز هم مردم اصلا از خانه خود بیرون نشدن و اصلا در اطراف روضه هیچ کسی دیده نمیشد. اما فکر کنم که مردم ما در هرات هم شاید همچون تدابیر را در نظر داشته باشن، به خاطر از اینکه چندین واقعه ویروس کرونا افرادی که مبتلا شده بودند در ولایت هرات نسبت به سایر ولایت کشور ما بیشتر دیده شده بود. بنابراین من فکر میکنم که در هرات مردم جدیتر هستند و کوشش میکنند که تدابیر بیشتر در نظر داشته باشند. وصل میشیم با گزارشگر ما فواد جان احمدی. سلام و صبح بخیر تقدیمش میکنم و سال نوت هم فواد عزیز مبارک. سلام، صبح شما بخیر، سال نو شما هم مبارک و همچنین سال کل مردم افغانستان. انشاءالله سال خوب خوش پیش رو داشته باشه. بسیار تشکر، شما زنده و سلامت باشین. چی گپا و چی خبرها از در ولایت زیبای هرات ما؟ هرات چش خود شما در جریان قرار دارید. در این چند روز بهاری در کانون کرونا افغانستان هم قرار گرفته و مسئول دوستان یک از خیابان های مزدهم این هرات که مردم به طرف میله میرسن، به طرف کفری میرسن، اما امروز از ترس کرونا مردم کمتر میرن و دلیل از اون شکست نیست. دلیل از اینست که در خانه میمونن تا بتونن با این بیماری یا با این ویروس مبارزه کنن تا آینده بهتر برای مردم افغانستان رقم بخوره. بله، واقعا دیده میشه در تصویر که اصلا مردم از خانه‌های خود بیرون نشدن و گشت و گذار ندارن، به جز از اینکه بعض افرادی که در موتر هستن و از یک محل به محل دیگه میخواین رفت آمد داشته باشن. از قیمت‌های مواد غذایی و از ماسک بر ما معلومات بدین که در هرات چگونه است. آیا مواد غذایی هم بلند رفته مثل یک تعداد از ولایت ما، یا که قیمت‌ها به حالت نرمال است؟ آقای احمدی صدای مرا دارین؟ هرات با توجه به اینکه با حدود 25 روز اولین مورد مثبت کرونا به اصطلاح در هرات داشتیم، اما به اون پیمانه که ما خبرهای بله صدای شما را دارم بله، به اون پیمانه که در ولایت کابل ما دیدیم که قیمت ها بالا رفت، هرات به اون پیمانه قیمت ها را افزایش قیمت نداشتیم. این جایی که شکرش باقی است هنوز و قیمت ماسک هم متاسفانه بالا هست. ما یک شرکت ماسک داشتیم که تولید میکرد، فابریکه تولید ماسک بده و کمبود مواد اولیه رو برو شده و او هم تولیدش کم شده و این یکم اگه جای تاسف داره. دیگه وضعیت در هرات نرمال است، خوب است، فقط مردم به خاطر امنیت خود و به خاطر امنیت خود افغانستان کمتر بیرون میشن، به خاطر ایمنی متوجه هستن تا سال خوب آغاز کنه انشاءالله.
بسیار تشکر میکنم احمدی صاحب از گزارش جالبی که تقدیم ما و بیننده عزیز کردیم و خوشحال شدیم که وضعیت در ولایت زیبای هرات به صورت خوب پیش میره و مردم ما بیشتر متوجه صحتشان هستند. اوقات خوب و خوش برتان میخوایم، انشالله که روز سال نو هم بر شما عالی بگذره. تشکر میکنم از شما هم بیننده عزیز که تا این لحظه با صبح زندگی بودین. قبل از اینکه به طرف بخشای جذاب برنامه بریم یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید. سلام به تمام بیننده های عزیز. یک سلام علیکی خوکو خیر کس نیست موتوخ هستیم. سلام علیکی کو پیشتر یک دو سال فکر کردیم دل میگره قم یکمک دور اگر بیشینی سعیست پیشتر از اونه. بیننده های عزیز سلام خدمتتان تقدیم میکنم. خدا کنه که همتان جور ساعت بند باشین. یک سال پر فیض پر برکت برای تمام هموطن های عزیزم در هر گوشه دنیا که هست از خداوند آرزو میکنم ساعت کامل داشته باشن و ما را به خداوند پاک صحت کامل بده که نمی هموطن های خدا بخندان. بیا که ما تا ماشتی کنیم دیگه پشت وی تو باش. اول پیش از او این مجهز باش همیشه بگی بگی آفرین وی یک قدر مفت از خیره مفت که بود بزن زیاد این تو خواه بینجا عزیز همیشه وقتی که از خانم براین یا در خانم بیرون خصوصا از او بطلک ها چوچشان پیدا میشه در جیبتان بانی ای دیگه کلونیا نیست کال در روی تا بزنی که دیش کل کردی باید در روی تا بزنی ما چی میگه گاه کجاست هم هیچ که موتور خواستن خلاص این پیدا میشن پیدا میشن حتما رفتن سر روی خدا جور میکنه این آمد سلام سلام بچه سلام علیکم سلام 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 خوب هستم و نکسیار صاحب خوشحال هستیم که شما را داریم سال نو هر دویتان مبارک سال نو تصمیم داری که دست اگه تصمیم دارین که دست بتن اول بیا قول بتم ولی فکر کنم که خوب نیست به خاطر کرونا ولی به جای از او اینمی ماده ضد عفونی کننده رو میخوایم استفاده کنم که گپ بیشتر خوب است بس از برو سکای دین قنقیه که کوت شنیدی ای باش از طرف ما به شما تشکر خیلی خلاص شده بوتل خالی شه برام اون پرکو فوز خواه چطور هستین شما؟ فوز جان چطور هستین خوب هستین؟ سال نوتان مبارک باشه بخیر باشین تشکر سال نو شما مبارک محمد ایمیچ کس نبود دیگه گفتیم بیا میشینیم باز از اوگه کام خوردیم اگه آن زد نوش جان تان کدامش خوشتان آمد زیادتر از افمی بود؟ والا بسیار کلش خوب بود کلش خوب بود نیکسیم سایب امیال هوای یک زمزمه بر ما آمده تهگنده برنامه ما میگه یک زمزمه از شما میخوایم بشنیم تنزی باشه یا نالو بچگه که رزیب که ببینه باز میگه میگه پدر اینه در جایی نمیاره روز سجده نارسی که ماست وقتی که اشتراک میکنم باز یک جایی قرار خب ششتیم یک نفر بیایه زمزمه میگه اون نفر رفت که اونرمنده بگو یک تو یک بیا یک زمزمه که یا سرستیش بیا باز از سرستیش که میرم باز اونجا میرم سرستیش باز توی والا را میگه کمک بر آزار میتم باز میگم میگم اینه یه در جایی که با میرم یک لغمانان خدا کس مرا مفت نمیتن امروز آمدم که یک ذره یک افمی و بگیرم این افمی و خوردین دیگه اینال توفی ما دیگه گفتم یه چی در ذهنم نمیگشت که اینجا به میدم این رقم سر مزن بسیار خوب گفت بسیار عالی است ما برتان اف میوه مندازم اگر چی پیشترم نوش جان کدین خیر اینی کاسه خو از مسعود است به مسعود هم مندازم و به شما هم مندازم شما تا وقت زمزمه تان یک زمزمه آره دیگه خوب سیا بشینه به جان مسعود بخونم بچه والا نمیفهم مسعود اگر یک آهنگه که تنزی برای نوروز بخونیم چی آبی خیلی خوب چی بهش میکنم خیلی خوب اینجا دیگه خدا در بین انداختی اینی اضافه وارس اینجا باشه این گل ازیره بکشم گل مار مقصد خراب نکنیم دولک یا داری دولک یا داری یا کوکایت بزنه نه ما دولک باش اینجا چی بود؟ دولک ها؟ سایل چی شد؟ خب میشه؟ بریم میشه؟ خب ایو هم کنیم هم برای میکنیم بچه تو هم چک چک کن خود سایس یک آهنگ سال نوی خوب مست باشه دیگه چک چک کنیم امشب شب نوروز است جور است بخیر است آفرین چک چک و بلای امشب شب نوروز است جور است بخیر است اکتای سخنور کو شالالا ده گریز است جور است و بخیر است
شالالا دا گرز از شور استی و خیر استی نامزاد شده شالالا نبوداره نکالا نبوداره نکالا نامزاد شده شالالا نبوداره نکالا نبوداره نکالا ای روز تیر میشه شالالا جور استی و خیر استی ای روز تیر میشه شالالا جور استی و خیر استی سگ خوشو چی میگم؟ خوشو میگم مایی بیار خسر میگم لونگی بیار خشنا میگم آیفون بیار ماماش میگم قیلون بیار جور استی و خیر استی ماماش میگم قیلون بیار جور استی و خیر استی خانه دارم کرایی نوروزی را نخواهی نوروزی را نخواهی خانه دارم کرایی نوروزی را نخواهی نوروزی را نخواهی پیش قومت کم نمیایی میارم چارک مایی پیش قومت کم نیایی میارم چارک مایی بسیار مبارک مومنی نمینه از مومنی است خدا ما را از مومنی نگاه کنه مسعود جان فکر کنم امرای خود تخم آورده نمیفهمی تخم جوج داده است یا مو تا خریدار جوج داده کلش جوج داده است بخت تاله است یعنی که بینش خام آمد بچه ها دخترا ما برای تاله یک چیز بگم شما دو نفر در به تلویزیون یک کمک نام کشیدین میگنیش که کمک نیک زیاد ای کنری پولندیز ایش روسی یا خوب گپ میزنن خوبه نه حالا من گفتم من مسعود جان اجازهت باشه بچه مزم یا یک سوال زینی کنم لیکن سوال زینی خوب جنگی نمانه اینم یک ثانیه هست من وقت ندارم جنگی رو شروع کنیم من شما سوالای کنم سوال خودم میکنم خوب است بچه سوال من زردوی تا نینمیست که آخرین دندان در دهن کدام دندان است عقل دندان نه تو کار تکو نه باش آه آه سعیس جوابت کاملا سعیس روی عقل دندان است آخرین دندان عقل دندان است دیرتر مبرای اسکول دندان ها کردن خوب موافقه کنین که دمی اردوی تون موافق هستی آخرین دندان که مبرای کدام دندان است یا آخرین دندانی که دندان ما هست کدام دندان است آخرین دندان که در دهن است خورمه عقل دندان است دیگه آخرین دندان است بیشی بان من میفهم ما بگویم جوابشم بگو اینا بیننده عزیز شما می یک چرت بزنید در خانه بگویید که کیس کیس چی از آخرین دندان در دهن بگو هر کس که میفهمونه کاملا معنا دایرکتر ها جایزش باز چی است جایزش یک صدی یک صد افغانی ما چی کنیم تو خورست باش نه من میزنم که شما هر کس برده جیب خود میکنم بچه تو گاید تو خوب جنگی هست بیش این ترکوی کن باش که اینی خوبتر است زوشه دیگه خود چطور شد بچه سوال من را کس نبود رفتی من من خونم اون جواب من نکسیر سای برتان گفتم رویا موافق است آخرین دندان عقل دندان است عقل دندان است خیمت جواب راست شد بگم بیننده عزیز شما هم نفهم بیدین؟ ای نم بیننده عزیز مسعود بردم مسعود تو راستان بیا تخمه شکست خب رفتی رویا باخت باش که کرکی کنه خب یکی رخمه بردم ایره بازت من خودم خب بگو اون ازو چو آخرین دندان بیننده عزیز در دهن دندان ساختگی از چی باستا سرگذشت خود را گفتیم خب و آخر کی برنده شد؟ یک تای مانده این از مام یکی مانده بلال بچه چای نخوری که من دیگه بر تخم برد مسعود شو خوب برنامه گک داشتی؟ جان شو خوب برنامه گک داشتی مگه حالا زیاد نه یک دیالوگ زیاد خوبش بود کدام بود؟ سبیل مانده؟ آه سبیل مانده که همین بر ما مسیج میه بخیال با خودم زیاد مسیج رو زنگ آمدم بر ما زنگ آمدم میگم بان برنامه رو سعی کنم باز گپ میزنیم نه تر والا بگو ما شرط زدیم سرتش خب میفهمی ما اصلا چرا شرط میزنیم بخیالم نشناخته بودن خودت هستی نی؟ بخیالم نفهمیده بودن خودت هستی والا امدفعه بسیار شک کرده بودن نسبت به پارسال امدفعه زیاد کسا شک کرده بود به خاطر از اینکه
بسیار تغییرات آمده بود در لباس در همه چیز. حداقل دیگه مد کالا می رفتید. ها دیگه تیزیز کالات. مسعود با چه قرار راحت بودی نسبت به نقشه که پارسال رفته بودی و امسال این نقشه خالی مکه انجام دادی؟ خب توقعاتت بالاتر شده بود. پشت امید شهیدایی را خوب سعی گرفته بودی. اتو رقص هم برش کردی. آه امید شهیدایی راستی شهیدایی کرده بود. پار سال پشت ما و افغان گرفته بود، امسال پشت امید شهیدایی. نه دیگه امسال دیدم که افغان جوره خدا آورده بود. سلامت باشین مسعود جان، صاحب سلامت باشین. شما هم منیجر صاحب که داریم برنامه دیشب منیجر صاحب بودن. آه کلاو تالا بگم نجیبه را دیگه یک نارش دو نکنه که سر از این منیجر یک رقم ظلم یک رقم ظلم. سلامت باشین. گفتنی اگر داشته باشین مسعود جان؟ گفتنی ممیز فقط خوشی ها نوروز عید برات همش هست در جای خود است. فقط وقایه کنین و فقط جلوگیری کنیم که ما می توانیم کرونا را شکست بدیم. بله بدون شک. نکتیار صاحب شما؟ از ما می نمی آرزوی ماست هموطنان خوش باشند و دیگه ای که در فکر در چرت کرونا نباشند. خداوند پاک مهربان است، وقایه درست است، وقایه میکنیم. خداوند مهربان است، در افغانستان ان شاء الله با توکل خدا ان شاء الله. بله خدا اینی را بگیرین دستایتان زده فونی کنین به خاطر که در تخم مرغ دست زدین. آه که باز بخیر ماخ جوشانده بازم تشکر. وقت خوش براتون بخیر. شما تشکر میکنین. وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه‌های ما هستید. اگر می‌خواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می‌خواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر می‌خواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید. با عرض سلام و ادب خدمت هموطنان نازنین تبخشای کره زمین. هموطنان عزیز هیچ وقت نشین مریض، اینقدر تایت و صحتمند باشین که مثل او بزنید. فکرت باشه که به جای خیز بدی. هموطنان عزیز بازم عزیز میگم، بالا یک لک بار عزیز میگم، به خاطر که شما رو من زیاد دوست دارم. یک برنامه بسیار خوبش اساس نمکی و دیدنی را تقریبا با جمع از همکارا آماده ساختیم با نامی بیگ خدا. ما خو والا یگان وقت دخو ایتو در فضا رفتیم، اما روز نه یک دفعه در میانس پاکی چوبی شیشتم 15 روز بیوش بودم، این همین رقمی بودم. مگم در اولین بار تلویزیون آریانا دو فضانورد را به نام گیتار و دوتار در فضا رایی دای عزیز آر یکمک ما بالا رفتم میریم، ما را بالا میبرن. می ترسیم و میگم بس از پایانیم کن، پایان کن رسیم یا خدا می ترسیم بس همین رو پایان کن بس از الان خدا جون مادر جون همین بگو از دست پایان کنم من خدا می ترسیم همین خیره لطفا همین تلو خدا جان پایان آستاس پایان کنه لطفا امید بگو آستاس پایان کنه من دیگه نمیم اینجا با خدا دیگه نمیم خدا جان امید جان خیلی بخواه خدا جان دوستم خیلی برای مکم بگی با میترسم برای مکم گرفتیم الو خیر رستم جان الو من بد کردم امید خیرم که پایانم کنم پایان کن بگم الو بسم الله او خدا جان رستم جان من مگم بگی خیرم من می درسم بگو پایانم کنم دیدی نماز بگی خدا فضا بیره رویا جان یکی از همکارای ما یک سفر اعلام ناشده داشت. ما برش گفتم خوب امانگی بکو باد از او برو اگم قبول نکد یک دفعه ببینیم چی کنم بگی خدا موزیک
دیگه خدا. خب خیر دیگه گپ نمیزنیم. برنامه سینما. سینمای افغانستان اینقدر دستاورد داره و پر است که تا مایکم نمیتونه تعریف کنه یا چیزی برش بگه. دیگه خدا. مایکی بیچاره. ادامه برنامه سینما و شرط مایک افتاد. ادامه برنامه. ما که فکر میکنم شاید نگران باشه که کدام کرونا در جانش نبیه. خب بچ خلاده کن تو با همی عجله که کنی خراب میشه. خیر آرزو دوم از نامزد و یا معرفی به جایزه اسکار شده بود. کرونا گرفت مرا. کرونا گرفت مرا. کرونا گرفت مرا. این قسمت فیلمه. همی چرا تو میشه اگر وقت؟ کرونا آمده بود. مگه میت تو یک برخورد ردنانه کدش یک برخورده که مقصد گزاره کنه کدش. وای 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 وای. دوستای عزیز همکارای ما اوتر نیستن. آه بسیار بسیار باسلیقه هستن. اما افسوس افسوس که ماسک بسیار قیمت شده. از خاطر از اینکه ماسک قیمت شده خب مجبور هستن بیچارا. مجبور هستن که بینیگه که خدا با جاکت همکارا پاک کنن. وای 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 وای. اگر نه هیچ وقت نمیخواین که بینی صاف و ستره خدا با جاکت خراشدار بسازن. کارگردانی بونگ جون هو. شوخی میکنی یا بچه تو؟ ببین چی میگنه بینی خدا ایجا پاک میزنه. ببین چی میگنه بینی خدا ایجا پاک میزنه. خو خیر حالا جاکتت بیازو چرک هست میخره بر دفتر دیگه یک ادامه بتیم این برنامه رو بس. بیگی خدا عروسی پنجم پوپل جان بود. رویا رو گفتیم یک آهنگ بخواد. آهنگ گل سیب بخواد. گفت نه نمیخوانم. بخوان خو نیم آهنگ بخواد. نه نمیخوانم. چرا بخوانم؟ خب یک آستایش بخوان در حساب آستا بیروش. نه نمیخوانم. ایره بینقم. اما بیگه خدا شما ببینین یک چیز سر رویا جان چطور به زور آهنگ خوانده. بیگه خدا. نه 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 چندان چی نای 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 چندان چیرا یادا با خدا میزن. بگی خدا طایر جان شباب در اولین بار مخو اولین بار بود که دیدم داور خداحافظی شده. ببینید ببینید رای بکنین برنامه های ما را دیدن بکنین. خداوند نگهدارتان. خداحافظ و نگهدارتان. خلص یار تشکر دار جان. آفرین بسیار یار بسیار مقبول بود بیار. اردم دیوانگی بساز مستانگی. اردم دیوانگی بساز مستانگی. بگی خدا صدیق جان شبا هر قدر که زوری در بین چند نفر گوری. بگی خدا. ما چه کردم که مرا از نظر انداختی. لطف خوش را تو بجای دیگر انداختی. خواب دیدم که مکیدم لب میگون ترا. خواب دیدم که مکیدم لب میگون ترا. در دهانم خم شد و شکر انداختی. در دهانم خم شد و شکر انداختی. ما چه تو در میگه سر میگیرم اگر بخونم لا 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 کرد کرد که ابی خوانده را سر میگیرم.
حالا کنه که بیتی بسار سب که نه آو میخورم یک کرتک هاو بخورم یک کرتک هاو بخورم وقتی برنامه شد سیف سیف بیش بینیم آمدالای عزیز جور باشید خب بی خواب باش خدا بی خواب بساز باز بیا برنامه را که ده خواب پیش بر سلام آمدالای عزیز بی خدا او بشیر بانجاری می شفتر شده روب روب بچیم روب دیروز روب برده در خانه خود دیروز ایرقه مفتیده این زمین ماچ کرده گرفت چلاب استایست دوستای عزیز بیننده های عزیز بیننده های قند و شیرین جمعی از همکارای ما موفق هستند و دسته های از گل هستند اما بعضی وقتا همکارای ما را آزار میدن میفهمن مثلا که در یک صحنه بوکس است یا لگت است بخاطر از اینکه نمینجا یکان کوفت دل خود کشیده باشن یک دفعه مختار مداخله میکنه کت یا صبور مداخله میکنه کت این نمینجاست که سر بدبختی شروع میشه امتنان عزیز بازا میگم هیچ وقت نشه این مریض سال نو همه گیتان یک بار دیگه مبارک بخش بسیار جالب را که با همکاری غافلگیرانه همکارا تهیه کردیم و خدمتتان تقدیم کردیم خدا کنه که خوشتان آمده باشه شما خود دیدن و تماشا کردین اما ما یک کمی عریب دار شدم حتما بعضی از همکارا کردیم من خیرمه ایشن خود توکل ما با خدا دیگه اگه اجازه تان باشه با من زنگ آمده من میرم شما را دعوت میکنم به ادامه صبح و زندگی که همکارای ما در استودیو با شما هستن سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.